ارتباط مستقیم. با سلام و درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC اسد زرین‌مهر در خدمت آقای رضا صارمی مشاور وام از اسکوشیا بانک هستیم. آقای صارمی خوش اومدید. خیلی متشکرم. با سلام. معمولا همکارم خانم مینو خانم با شما صحبت می‌کرد، منتها مسافرته و من در خدمت شما هستم. مثل که هفته‌ای پیش در مورد تازه واردین صحبت کرده بودین که اینا به چه صورت میتونن برن سراغ وام، چون تا کی میتونن تازه وارد باشن؟ بالاخره باید کم کم وارد عملیات بشن، برای خودشون کردیت درست بکنن، برن وام بگیرن، خونه بخرن، بیزینس و اینجور چیزا. حالا برای تازه واردین کلن برای اینکه کردیتشون خوب بشه، اعتبارشون خوب بشه، و چون یک مرکزی سازمانی هستش که این کردیت ها رو نگهداری میکنه و بانک ها و از طرف شما ها مثلا به اونجا زنگ میزنن که این بابا کردیت به اندازه کافی داره یا نداره، حالا یه نفر که کردیتش میخواد خوب باشه باید چه شرایطی رو رعایت بکنه؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیزتون، خیلی متشکر از اینکه قبول فرمودین خدمت جای خانم مینو تشریف آوردین. خدمت شما عرض کنم که به طور کل ما ایرانی‌ها که از سمت ایران میایم آشنایی زیادی با سیستم اعتباری اینجا نداریم. نه متاسفانه. بله، و خدمت شما عرض کنم بانک‌های ایران به دلیل خب محدودیت‌هایی که هستش در سیستم‌های نرم افزاری و ارتباط جهانی که دارن، اعتبارات رو بر اساس بانک به بانک محاسبه میکنن و ارزشیابی میکنن. اینجا سیستم فرق میکنه، دو تا کمپانی بزرگ هستش به نام، یکی اکوفکس هست یکی ترانس یونیون هست. این دو تا هر گونه رفتار مالی یک شهروند کانادایی رو ارزیابی میکنن. به اونجا گزارش میشه به اکوفکس. من راجع به اکوفکس میدونستم ولی ترانس یونیون رو نمیدونستم. اونم یه چیزی سازمانی است مثل اکوفکس؟ دقیقاً همون مثل اکوفکس هستش. پایش توی کبک هست ولی خب برای سطح کانادا و بانک‌ها گاهی اوقات ترانس یونیون استفاده میکنن، گاهی اوقات اکوفکس استفاده میکنن، ولی تقریبا میشه گفت گزارشات این دوتا شبیه هم هستش، چون هر مؤسسه‌ای که به یک نوعی از نظر مالی با شما سر کار داره، چه میخواد سلفون باشه که میخواییم یعنی گوشی بگیرین، خط تلفن بگیرین، بله، میخواییم برید کردیت کارت بگیرین، میخواییم مورگیج بگیرین، میخواییم ماشین بگیرین، اینا همه اطلاعات شما رو و اینکه چه رفتاری با هم دیگه با اون شمایی که دارید خریدار هستین رو انتقال میدن به این دوتا کمپانی سازمان، و اینا بر اساس یک سیستمی فرمولای خاصی دارن، محاسباتی انجام میدن. این امتیازهایی که میدن، اون کردیتایی که میدن، این پوانها، امتیازها شبیه همه؟ یکی مثلا ممکنه 600 باشه، اون یکی 650 باشه؟ شبیه هم خیلی نیستش، ولی از نظر عددی نزدیک به هم هستن. معمولا ترانس یونیون یه مقداری پایین تر هستش، اون هم به دلیل نوع فرمولایی که به حال توی سیستم سازمانیشون دارن، ولی خب از نظر اسکور، قانون اسکور جفتشون به یک فرم هستش که بین 300 تا 900 عدد میدن و 900 بهترینه، که معمولا خب خیلی از چینی ها اینجا عددشون با 850 به بالا تا 900 هستن. عجب. البته جدیدن من میبینم خیلی از ایرانی ها هم به این سمت دارن گرایش پیدا میکنن، میبینی کردیت سکور های بالای 850 دارن. علتش چیه که مثلا یکی سکورش بالا میشه؟ یعنی 850-900، یعنی همه چیز به موقع میدن همه چیزو؟ چون اون موقعی که ما اومده بودیم فکر میکردیم که مثلا به بانک مثلا حداقل رو بدیم، به مال یک کردیت کارت حداقل بدیم، بذار اینا مثلا بهره ببرن. اشتباس دیگه، نمیدونستیم اینو، بذار بهره زیادتر ببرن، مثلا انگار که ما خوش خدمتی داریم میکنیم و پوان بیشتری میگیریم، در صورت میگه نه، اگه هر چیزی به موقع بدی این قابلیت های تو رو میرسونه که داری، تواناییاتی میرسونه که تو داری به موقع داری میدی. من نمیدونم واقعا به همین صورته. این اتفاقا نکته خیلی جالبی هستش. ما تو زمینه کردیت به طور کل یک چند تا قانون هستش که بد نیستش که دوستان ما اینو رعایت بکنن. مواردی هستش که اول برای مقصد اونایی که اول میان اینجا، بله، این که کردیتشون ساخته بشه و بعد در اون زمینه بتونن پرداختاشون رو انجام بدن، اولین کار اینه که حساب باز کنن. بد نیست نگاه کنن به چرخن بانک‌های مختلف، چون در زمان‌های مختلف بانک‌های مختلف برنامه‌های ویژه خاصی دارن، از اونا بهترین استفاده رو کنن. یعنی حتما
دوست من، پسرعموی من حتما یک بانکی رفته، دلیل بر این نیستش که من هم اون بانک رو برم. در اون زمان ببینید چی به نفعتون است. دو، اینی که درخواست کردیت کارت میکنه، این کردیت کارت با یک مجموعه ای از اعتبارات برای شما میاد، حالا ممکن 1000 دلار باشه، 2000 دلار باشه، 3000 دلار. پرداخت اینا به این فرمت هستش که شما دو راه برای پرداختشون دارید. بله. یک، اینی که کل مبلغ رو زیر مدت زمانی که تعیین شده به پرداخت کنید، یا اینکه حداقل پرداخت رو انجام بدید که اصطلاحا هم مینیمم پیمنت بهش میگن. درسته. اون مینیمم پیمنت در حقیقت اون بهره ای هستش که به اون عددی که شما استفاده کردین خورده و اونو بانک ازتون میخواد که گزارش بد انتقال نده در سیستم کردیت شما و باعث بشه که این عدد اسکور شما افت بکنه. از یه طرف دیگه پرداخت این مبلغ خیلی زیاد هم به حال شما 2000 دلار 3000 دلار استفاده کردین. دقیقاً ممکنه در یک وعده نشه که پرداخت کرد، به همین خاطر مثلا میگه در سه قسم میدم. بله دقیقاً. این مهم اینه که یه قانون کلی بدونیم، به جای اینکه بیایم خیلی ریزش بکنیم، اینه که شما اگر یک اعتباری معادل 10000 دلار دارین، بله، تا اونجایی که ممکنه این کردیت کارت رو 50%ش بیشتر استفاده نکنیم. به محض اینکه بالای 50% میرین شروع میشه امتیاز کم شدن. صحیح. با وجود اینکه دارین پرداختای مناسب انجام میدین، اینم نکته جالبیه. اگه مثلا یکی 5000 دلار داره، با تا 2500 دلار سیفه مثلا. خب بعد بیشتر از اون که میشه امتیازات ریز ریز کم میشه، نه اینکه یه امتیاز 50 امتیازی امتیاز. آره ما متاسفانه اگه 10000 تا مثلا داشته باشیم، همون 10000 تا رو مثلا تا 9500 تاشو خرج میکنیم، میگیم خود 10000 تا اعتبار داریم. بله. ولی دیگه از اون طرف حواسمون نیستش که امتیازات خیلی ریزی ازش کم میشه. بله. البته گاهی اوقات پیش میاد شما این خرید انجام میدین تا اون سقف ممکن لازمه، یه وقتی لازمه هزینه میکنین، ولی بتونید اون مثلا بین مثلا 40-50%شو برگردونید که عدد اعتباری که استفاده که باقی مونده بیشتر از نصف نباشه. نصف نباشه. بله. خب اینم نکته جالبیه. این یکی این که در زمینه اعتبار وقتی که در حال گرفتن این مدل اعتبارات هستیم، بانک های اوقات بعد از یه مدت میبینه رفتار مالی شما خیلی خوبه. به شما اعتبارتون رو میبره بالا، خودش به طور اتوماتیک میبره بالا، ولی معمولا اعلام میکنه. وقتی اعلام میکنن، بعضی از این هموطن ما خیلی اینو سوال خیلی از من میکردن که آیا قبول کنیم این اعتباری که رفته بالا رو یا نه. آره اینو هم دکته ایه. آره این خب خیلی دوست دارن اعتبار برن. بله. و اعتبار بیشتر خب لذت. درسته. این یه مقداری باید این حواسمون باشه اون اعتبار چجور استفاده میکنیم. وسوسه نشیم. وگرنه اگر آدم کانزرواتیوی هستیم، اگر محافظه کار هستیم در زمینه های مسائل مالی، یه قانون کلی که من بهش به این نتیجه رسیدم اینه که شما اعتبار رو به اندازه‌ای بگیرید که قدرت پرداخت 50%ش رو یک جا داشته باشید. دقیقا. این به شما نشون میده که چه اعتباری برای شما خوبه، وگرنه در غیر این صورت دوچار و زمانی که استفاده میکنید و خدای نکرده دوچار مشکلات خاصی از دست دادن کار یا مورگج بزرگ برداشتیم، پیمنت های دیگه داریم، پرداخت های اقساط مختلف مشکلات داریم، مشکلات پشت سر هم میاد و بعد به قول معروف قوز بالا قوز. بله. از این مر بیکار شدی، از اون طرف هم مبلغ بیشتری رو بده کار شدی. دقیقا. اینه که از عهده کار بادم بر نمیاد. دقیقا. پس اندازه نگه دار که اندازه نکوست. دقیقا. خب وقت این یکی که گفتین که مثلا اون از 50% سینشه، دیگه چه موارد دیگه هستش که آدم حواسش باشه که اسکورش بره بالا و پایین نیاد؟ یکی این که به طور کل یکی از مطالبی که امروز میخواستم صحبت بکنم اینه که هموطنهای عزیزمون در زمینه اعتبار، چون آشنایی خیلی زیاد در بین هموطنانمون نیست، موارد اینطوری در نظر بگیرید. البته یه مقداری اشاره کردم تو برنامه گذشته که چند تا کردیت کارت گرفتن غلطه. شما 2 یا 3 تا کردیت کارت بیشتر نیاز ندارین، اینطوری اعتبار ساخته میشه. ولی اگر بانک های مختلف میرین، 2 تا حساب در 2 تا بانک کافیه که حساب سیوینگ داشتن نشون میده که بانک برداشتش اینه که شما پول به اندازه کافی خواهیم داشت که تو سیوینگ بذاری، اطمینانش بهت میره بالا. و از یه طرف دیگه کردیت کارت که میگیرین، همون دوتایی که از 2 تا بانک گرفتین کافیست. در نهایت زمانی که کار داشتن دوستان عزیزمون میتونن برن یه دونه
کردیت کارت مثلا از کاسکو یا والمارت بگیرن، بیش از این اقدام نکنن. چون اونا یکی از سوالهایی که میکنن اینه که کار شما چیه. مواردی رو ما دیدیم که رفتن درخواست کارت کردن از فروشگاه ها و اطلاعات کاری غلط دادن. بعد همزمان با اونا متوجه شدن از جایی و کردیت رو پس گرفتن، چون کردیت حق من و شما اعتباریه که جایی میده و پریویلیج هستش، اونو پس گرفتن و توی کردیت ریپورت گزارش کردن. وقتی که کردیت توی کردیت ریپورت، یکی از گزارش هایی که میاد اینی که می نویسه که بسته شد از طرف اون کردیت دهنده. این برای منی که روزی شما میانید تشریف میارید میخواین مورگیج بگیرین، این معنی بدی میده و باید سر این داستان‌های مختلفی رو پیدا کنیم. علت چی بوده؟ چرا اینطوری شده؟ به چه علت اینطوری شده؟ دانسته بوده؟ نادانسته بوده؟ و کلی باید توضیحات مختلف باید برای کسی که وام رو تایید می‌کنه عنوان بکنیم. دوم این که زمانی که شما این مدل کردیت‌ها رو می‌گیرین، حتما یادمون باشه برای اونایی که می‌خوان برن بعداً کار برای خودشون راه بندازن، جوینت اکانت داشتن خیلی زیاد خوب نیستش. اونم به دلیل اینکه یکی که مشکل پیدا میکنه روی یکی تاثیر میذاره تا یه حدی، نه روی کردیت ولی حساب‌های مشترک و اینکه تأثیری که روی کردیت‌های همدیگه دارن. این یکی هم باید در نظر بگیرن که زمانی که وارد کانادا میشن دوستان عزیز، هر چند ماه یک بار کردیتشون رو میتونن برن از این وبسایت خود اکوفکس و ترانسیونیون این کردیت ها رو ریپورتش رو بگیرن. بنابر دلایلی، یکی این که ببینیم وضعیتون در چه حالی هست، و خوبی این اکوفکس این هستش که در زمینه این که آیا ایرادهایی هم باشه واسه تون توضیح میذاره و اون توضیحات واقعا آموزنده است. مثلا کلماتی که در کنار این کردیت های شما استفاده شده، کلمات های مختلفی داریم. کلمات آی هست برای اینستالمنت، ام هست برای مورگیج، او هست برای اوپن استاتوس کردیت هستش و آر هست ریوالو. اینا چیزاییه که خود اونا توضیح دادن و معنیشو واسه شما میگن. آشنا میشین، بد نیستش اینو بدونین. به اضافه این که پرداخت ها رو نگاه میکنید توی کردیت، یک سری شماره جلوی تمام، مثلا شما ماشین دارین، کردیت کارت دارین، مورگیج دارین، جلوش اعدادی زده 1111221111. اینا معنیش چی هستش؟ به این معنیه که شما ظرف 30 روز پرداخت کردین. اگر 2 بزنه یعنی 60 روز پرداخت کردین، بین 30 تا 60. 3 بزنه یعنی 60 تا 90 روز، و هرچی این عدد بره بالا، آر یعنی آروان شما بشه مثلا آر 3، آر 4، اینا باعث میشه که ارزش کردیت اعتباری شما بیاد پایین و بهتون به این راحتی ها. پس به موقع پرداخت کردن یکی از مهمترین چیزاست که بله. امتیاز کم نکنه. دقیقاً. اگه دیرتر بدین که دقیقاً. و اون حداقل چی؟ حداقل پرداخت، اون بهترین کار اینه که حالا تا اونجا که ممکنه اصل پول رو دادن مهمه، ولی حداقل پرداخت همونطور که گفتم در حقیقت بهره یک کردیت هستش که باید از نظر امتیازی فرق نمیکنه، ولی از نظر اینکه خب یه وقتی 19%، 20%، 27% آدم شارژ میشه، خب چرا پول اضافه بده؟ اگه بتونه که کلش رو پرداخت بکنه منطقی که بده، تأثیری هم نمیذاره در اینکه مثلا به اونا کمتر بهره رسیده و امتیازت رو بالاتر بره. درسته؟ 100%. بعضیا خب تو شرایط قرار میگیرن و این کدرنا خب رو پرداخت کنن، نباسه اون اشتباهی که تأثیر بد به اون صورتی که ندید پرداخت نکنین رو نمیذاره. یعنی اگر شما حداقل هایی که خود بانک اون کاغذ استیتمنت که اومده بهتون میگه، اون حداقل اگه سر موقع بدین، اون تأثیر بد رو نمیذاره. درسته. و باعث میشه که باز حداقل کردیتتون سالم بمونه. بله. یه مشکل بزرگی که اینجا هستش در زمینه کردیت هایی که از فروشگاه ها میگیرین، وقتی که درست پرداختش نکنین، اونا گزارش خیلی بدی رد میکنن و بانک ها یه مقداری در حقیقت بخشنده تر هستن. دیرتر این گزارشات رد میکنن و انتقال میدن تا اونجا که ممکنه، شاید در اعتبارات داخلی اون بانک ریتینگتون افت بکنه، ولی به کردیت بیرو دیرتر اینو اعلام میکنن، سعی میکنن تا اونجا که ممکنه تا یه حدی شما رو محافظت بکنن. ولی متاسفانه کردیت کارت های فروشگاهی خیلی باید حواس دوستان باشه که در زمین اونا گیر نکنه. پس حداقل ها رو دادن در کردیت های فروشگاهی بسیار امر مهمی هستش.
یکی از موارد دیگه که ولی عزیز میون کلامتون آقای سارمی اگه مثلا برای یک کریدیت کارت اقدام میکنیم، خود اون بانک یا اون فروشگاه مستقیما با اکوفکس یا ترانس یونیون تماس میگیره نه؟ تا ببینه که اسکور ما رو چک بکنه. فروشگاه ها معمولا خودشون این سیستم رو ندارن. فروشگاه ها معمولا سیستم اعتباری رو که میتونن کردیت بدن و از سیستم جهانی ویزا یا مسترکارد یا امریکن اکسپرس گرفتن که اونها هم شریک با بانک ها هستن. از طریق بانک به اصطلاح پرسیده میشه؟ از طریق بانک پرسیده نمیشه. گروهی رو برای اونا، برای اون فروشگاه آماده میکنن که بررسی کردیتی میکنه و بلافاصله کردیت رو میده به اون خریدار یا کسی که درخواست کننده هسته. حالا اینجا دو مورد پیش میاد. یکی این که اگر از طریق اونا راجع به کردیت کارتتون، راجع به کردیت شما سوال بشه، مثل که از اسکورتون از امتیاز کم میشه. ولی اگه خودتون برین سراغ اکوفکس و یا درسته؟ بله بله اتفاقا این سوال بله دقیقا این درست هستش. به طور کل هر جایی در سطح کانادا میخواین گوشی موبایل بگیرین، خط موبایل بگیرین، میخواین کردیت کارت بگیرین، میخواین مورگیج بگیرین یا هر کاری که میخواین انجام، کردیت شما چک بشه، تقریبا نزدیک 5 امتیاز کسر میشه. ولی این 5 امتیاز البته در اون اعداد گنده زیاد تاثیر نداره، ماه بعد برمیگرده. ولی اگه چند جا بری چند جا بگن این 5 تا جمع میشه نگه. بله تعداد میره بالا. ولی اگر خودتون بخواید چک بکنم برای اطلاعات شخصیه، نه اون 5 امتیاز کم نمیکنه. اون وقت اون اطلاعات شخصی که شما مثلا از اکوفکس میگیرین برای شما میفرستن، اونو بانک یا اون فروشگاه قبول نمیکنه؟ نه اونو قبول نمیکنه. خودشون از طریق خودشون باید قانونا خودشون از طریق خودشون و تو رکورد خودشون نگه دارن. اینی که از شما اجازه میگیرن که بتونن کردیتونو چک کنن. هیچ کس بدون اجازه شما نمیتونن. چرا امتیازه؟ چون برای این هستش که یکی از علتهای بزرگ این اینه که یک تعداد افراد علاقه دارن اعتبارات مختلف در جاهای مختلف بگیرن. هرچی شما بیشتر اعتبار بخواییم بگیرین، برای اینکه کل سیستم آشنا بشه که شما اعتبارات زیادی گرفتین و ممکنه مثلا از چند جا کردیت کارت دارین، جمع کردیت کارتاتون 200,000 دلار شده. این به این معنی هستش که شما 200,000 دلار، یعنی سیستم مالی این کشور میگه این شخص درست اعتبار 200,000 تایی داره، قابلیت 200 تایی داره، ولی اگر همزمان در آن واحد اینا رو گرفته باشه این احتمال خطر داره. یعنی که میتونه کل اعتبارات رو خالی بکنه و بعد پس نده. این هستش که زمانی که شروع میکنین به اینکه اعتبارات رو بگیرین و تعداد دفعاتی که این ور اون ور چک میشه توی کردیت، گزارش کردیت وقتی وارد میشه، بعد یکی دیگه که اینو میبینه، مثلا من نوعی برای مورگیج میبینم، برای من سوال پیش میاد. البته برای مثلا سلفون یا مثلا خط موبایل مشکلی نیست، برای اینکه یک بار ماشین رفتین خریدین مشکلی نیست، اینا قابل توجیهه. ولی وقتی میبینیم کردیت کارت مثلا بانک ایکس، بانک ایگرگ، نمیدونم فروشگاهی، یهوی 7-8 تا از اینا میبینیم در مدت کم زیر یک سال، این به این معنیه که یه اصطلاحی داره در سطح بانکی بهش میگن کردیت سیکر هستش، دنبال اعتبار جمع کردن. و این شخص برای مخصوصا برای مورگیج سوال برانگیزه که با این همه اعداد، چون مورگیج بیشترین میزان اعداد وامی در این کشور هستش، وقتی میخوایم وام به این بزرگی بدیم، رفتار این شخص رو که کردیت سیکر هستش چه معنی میده. ما موارد اینطوری داشتیم، تازه واردین اومده بودن نمیدونستن، به نظرشون جالب میومد کردیت های مختلف مثلا 10 تا کردیت کارت داریم، 7-8 تا، بله 7-8-9 تا کردیت کارت اقدام کرده بودن، 2-3 جا ماشین این ور اون ور رفته بودن. متاسفانه بعضی از همکاران، یعنی دوستانی که در قسمت فاینانشال ماشین هستن، زیاد دفعات چیز کرده بودن، راهنمایی درست نشده بودن که شما هر جا برید و درخواست بکنید که حالا تا یه حدی به من اطلاع، اون باید کردیتتون رو چک کنه. برای اطلاعات گرفتن و قیمت گرفتن بیش از حد و تا یه حدی بگی حالا من بهت قبول میکنم بذار تو این حد نگه داریم، اینا باعث شده کردیت چک بشه و ببینن آیا افورد میکنن کردیت چک شد. این دفعات رو برده بود بالا و این برای بانک زمانی که میخواد بزرگترین اینوستمنت شما رو بهتون وام بده، یعنی اعلام خطر. یعنی اینکه شما دنبال، و اینو معمولا در یک سال اولی که هموطنان ما به سمت کانادا میان پیش میاد.
این مدل دنبال این اعتبارات و این مسائل باعث میشه که نتونن درست وام بگیرن. پس پدر کلی از نظر شما یکی که یک دو تا کردیت کارت داشته باشه درست حسابی باشه عمل بکنه خیلی بهتر از اینکه 7 8 تا داشته باشه. یک دونه کردیت اصلا اون تاثیر خوبو نداره. دو تا کردیت، سه تا کردیت عالیه، بیش از اون تاثیر منفیشو شروع میکنه به گذاشتن. بستگی داره البته به اینکه شما واقعا چقدر اونا رو خوب پرداخت میکنین، سر موقع انجام میدین، نسبت درآمدتون به اون میزان کردیت هایی که دارین میگیرین چقدر باشه. ولی من همین اخیرا کسی رو داشتم براشون مورگیج میگرفتم، یک دونه کردیت از سال 2008 تا الان داشتن و این یک دونه کردیت شانسشون این بودش که با بانک ما حساب داشتن. اگه بانک دیگه میرفتن خیلی اعتبار ساخته شده ای نداشت و اون یه دونه کردیت هم بیش از 3-4000 دلار اعتبار نداشت. این به ماها این معنی رو میده مسئله‌ای بوده اعتبار نداشته، آیا ایشون قبول نکرد. ولی چون ما توی تاریخچه ایشون میدونستیم که بهش ارائه داده شده نخواسته و یه آدم محافظه کاری هست به این دلیل قبولش کردیم. ولی در خیلی از موارد ممکنه چنج، یعنی کردیت ساخته نشده. پس دو یا سه تا، من خود من شخصا دو تا کردیت کارت بیشتر ندارم. سومیش هم گذاشتم ببینم آیا برم سراغ کاستکو یا نه. ولی سه تا، دو یا سه تا کافیه. دو تا بانکی، یه دونه فروشگاهی کافیه. یعنی یه فروشگاه فرض کن کردیت تایر برابری میکنه مثلا با یه ویزای مسترکارت یا بانک ها؟ از نظر کردیت کارت، کردیت کارته. ولی قوانینی که اون کردیت کارت رو راحت میدن بعضی نمیدن. راحت بر اساس اینی که شما اطلاعات می‌نویسی، من میگم یکی کارم اینه، اونم میگه قبوله. ولی الان میگه آره، ولی فردا اگه پیدا بکنه اشتباه گفتی، مثلا بعضیا زن و شوهر با هم دیگه میرن هر کدوم یک کردیت میگیرن، یکی میگه این کارو دارم، یکی اون کارو دارم، یکی اشتباه بگه تموم میشه. این پیش اومده. من مثال هایی که باعث میشه که کردیتو میبندن و اونا هم به دلیل اینکه مجموعه مالی که پشتشون هست نسبت به بانک خیلی ضعیف هست، بسیار سریع عمل میکنن و سریع قطع میکنن این قضیه رو. خب این گزارش انتقال داده میشه. بله. حالا برای این کردیت کارت که میخوان وام بگیرن و اینا، برای وام گرفتن باید مثلا امتیاز خاصی از مثلا 700 بود بشه؟ این مهمترین تمام این توضیحات برای این بودش که به این نقطه برسیم که زمانی که میخواییم وام بگیری چکار بگیرین. بله دقیقا به این سمت میخواییم برین. حالا باید ما چون به یه نقطه خواهیم رسید که کردیت شما رو بررسی خواهیم کرد و اینو حالا در قسمت‌های بعدی بیشتر توضیح میدم، زمانی که به سمت گرفتن وام میخوایم بریم این هستش که کردیت اسکور ما در بانک اسکوشه 670 حداقله. البته پایین تر از اونم اگر بتونیم ما توضیح بدیم علتش چیه. مثلا اگر یکی از علتهای افت کردیت اسکور پرداخت نکردن اقساط قبلی باشه، بانک قبول نمیکنه. درسته. ولی اگر مثلا اشتباهاتی بوده یا چند بار این ور اون ور مثلا دیر پرداخت بوده، اینا رو میشه یک طوری توضیح داد بنابر مقایسه کردن. اینا کارهای ماست که علت اینه که دوستان گاهی اوقات پیش ما میان، ما ازتون سوال زیاد میکنیم به دلیل اینکه میخوایم توضیحاتی رو چیدمان بکنیم و بتونیم دلیل بیاریم. و اینکه میخواین وقتی سمت گرفتن وام برین، خریدهای گنده، خرید ماشین، گرفتن کردیت ها، کارت های دیگه بسیار خطرناک. در اون موقعی که تصمیم گیری به این سمت میگیرین، اصلا کردیت کارت گرفتن و گرفتن فراموش ماشین فراموش. و تا زمانی که خونه رو تحویل، یعنی کلیدش رو تحویل نگرفتین، هیچ گونه خرید های دیگه ای انجام ندین. حتی خرید های بزرگی که مثلا میخواییم برین برای خونه مبلمان اینا انجام، بله یخچال و اینا رو از طریق کردیت کارتاتون در زمانی که دارید مورگیج میگیرید انجام ندید. چون گاهی اوقات مورگیج داره بیشتری میزان اعتبار شما رو استفاده میکنه. درسته. و وقتی بیشتری میزان اعتبار شما رو استفاده میکنه، یعنی اینکه اعتبارات دیگر رو میگه باید حذف بشه، باید کم بشه، چون اونم یک نوع اعتباره. درسته. اگر شما اونا رو خیلی استفاده بکنین، اون موقع یعنی از میزان توانایی شما واسه پرداخت اون وام کم میشه. دقیقاً. و تأثیر میذاره. 670 گفتیم. 670 در بانک ما حداقل. البته بانک‌های مختلف فرق می‌کنه. بانک‌های اصلی 50 تا به میزان وام هم بستگی داره. بله، استاندارد 650 هست، 670 هست، برای چه میزان وام فرق نمی‌کنه. شما باید این مقدار داشته باشین. این عدد نشانه اینه که بانک میتونه به شما
اطمینان مالی کنه بیاد جلو و حالا بررسی کنه درآمدتون و میزان پیش پرداختتون و اعداد وامو که بر اساس چیزه. ولی این یکی از علائمیه که بانک میگه که خیلی خوب من به این شخص میتونم اعتبار بدم. حالا آقای سلیمی، اگه مثلا بانک شما میره کردیت چک میکنه، من ازش بگم که شما کردیت من چک کردیم، من بگین که چی دیدین، اونا میگین شما به چیز یا نمیتونیم نه، مجوز نداریم ما این اطلاعاتو بدیم. اگه مثلا صاحب اون کردیت منم، باز شما دقیقاً مجوز نداریم این اطلاعات، چون میتونن اشخاص خودشون برن کردیتشون نگاه کنن، توضیحاتو بگیرن. ما در این حدی میتونیم بگیم که اسکورتون خوبه، میتونیم اقدام کنیم، سابقتون خوبه، ولی اینکه من دیتیل و حتی اینکه کاغذو بهشون نشون بدم مجوز نیست، بنابر دلایلی که حالا قبلا ممکنه مسائلی پیش اومده بود در نظر قانونی. اینکه بانک‌ها و حتی سمت بروکرها این کارو انجام نمیدن. ممکنه که این گزارش دوگانه باشه، مثلا من میرم نگاه میکنم 700، شما میرین میگیرین نگاه میکنه که 650 است. نه تا این اشتباه نیست. نه معمولا اگر شما نگاه میکنین 700، من ممکنه ببینم 695. بستگی به زمان اینکه گزارش ها که، چون گزارش های ماه به ماه انتقال داده میشه. پس بهترین چیز که همیشه که گفتین، بهترین کار اینه که زمانی که مورگیج داریم میگیریم اصلا سراغ هیچ گونه خرید و کردیت کارت و چیزای دیگه نریم، چون همه اونا تاثیر میذاره. ممکنه همون لحظه دیگه وامو تایید نکنن. دقیقاً یه همچین حالتی داره و خوشبختانه باید بگم که با دونستن این اطلاعات آروم آروم میتونن مردم مورگیجشون رو بگیرن و حتی اونایی که در کانادا هستن با این آشنا بودن تو اینترنت سرچ بکنن، اطلاعات زیادی در مورد کردیت هستش و این اطلاعات داشته باشین و وقتی که بتونین اینا رو رعایت بکنین، مطمئناً از نظر کردیتی اسکورتون مناسب خواهد بود و مشکلی در مورد مورگیج در این قسمتش نخواهید داشت. بله. بینندگان گرامی، گفتگویی که کردیم با آقای رضا صارمی، مشاور وام در اسکوشیو بانک، هر گونه سوالی دارید در رابطه با گرفتن وام و هر گونه سوالی در رابطه با کردیت کارت و اینجور چیزایی که بالاخره باعث میشه که شما بتونید وام بگیرید، میتونید با آقای رضا صارمی با شماره تلفنی که پای صفحه تلویزیون میبینید تماس بگیرید و ایشون راهنمایی لازم رو بهتون خواهد کرد. بهترین راه اینه که از یک متخصص بپرسید تا اینکه از دوستانتون که فکر میکنین که واردن، اینا راهو دلش ممکن دلسوز باشن ولی ممکن راهنمایی خوبی نباشن و احتمال اینکه راهنمایی غلط بکنن و شما به بیراهی بخورین که ای داده بیداد چرا این کاری کردم خیلی زیاده. آقای صارمی، پس برای گرفتن وام اسکوشیو بانک تا 670 اوکی، بیشتر از اون باشه بلافاصله میدین یا که یعنی این استاندارد رو که رعایت بشه حالا بحث دیگه، سریعتر بشه مثلا یا این که فرقی نمی کنه. بحث سقف دیگه، اون سقف وام مطرح نیستش. این یعنی این که برای اینکه وقتی میخواییم وام بگیریم، یکیش کردیته، یکیش پیش پرداخته، یکیش قیمت خونه است. اون قسمت پله کردیت شما تایید شده، تموم شده. حالا در زمینه سقف بستگی به درآمد داره. بله. و بر اساس درآمده که سقف میزان وام مشخص میشه، که حالا اینو تو برنامه بعدی میشه تو این زمینه بیشتر صحبت کرد. بله، برنامه بعدی که مثلا که دو نفر با هم دیگه کار میکنن تا کردیت کارت بشه، مثلا میگه امکان پرداخت بیشتره به خاطر اینکه پسرم کار میکنه، دخترم کار میکنه یا زنم کار میکنه، همه با هم هستیم تو یه خونه هستیم، چه چیزی ها. بله، افراد مختلفی رو بابت اینکه درآمدها رو کنار هم بیاریم و این درآمدها بتونه اون عدد وامی رو که میخوام بگیرم پوشش بده هستش، که حالا قوانین خاص خودشو داره و میگم برای گرفتن مورگیج وام باید مراحل 1، 2، 3، 4 رو رعایت بشه. یکی اینکه در مورد کردیت خوب باشه، دومی که پیش پرداخت، درآمد خیلی مهمه و اینکه سقف میزان مورگیج که میتونیم بگیریم و میزان پیش پرداختی که دارن، اینا هر کدومش مراحل خاص خودشو داره، که کردیت مهمترینه. این کردیت اگر مسئله داشته باشه اصلا نگاه به بقیهش نمی کنه. از حواس اولیه باید به کردیت باشه. دقیقا. به هر حال از توضیحاتی که دادین من بسیار لذت بردم و استفاده کردم. امیدوارم هموطنان ما، بینندگان ما هم که از این برنامه رو میبینند از طریق اینترنت GLVs و سایر تیوی باکس های دیگه بتونن راحت استفاده بکنند و هر گونه سوالی دارین میتونین با از آقای رضا صارمی بپرسید و از هفته آینده فکر کنم برنامه دیگه انشالله مینو خانم میاد که ادامه سخنان ما رو ادامه بده که چجوری میشه
کردیت کارت رو برد امتیاز برد بالا و کردیت کارت های مختلفی گرفت تا دو سه تا و الان من مواظبم که بیشتر از سه تا نگیرم. اتفاقا من دو سه تا بیشتر ندارم ولی اگه چهارو میدارم برم باطلش کنم. آره نه این راهنمایی ها بسیار مفیده. برای از توضیحاتون خیلی متشکرم. خواهش میکنم. لطف کردین. متشکرم. لطف. بله. از شما بینندگان گرامی که این برنامه رو نگاه کردید سپاسگزاریم و تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. ارتباط مستقیم.